وقتی زندانی شد 24 ساله بود. 5 سال حبس براش بریدن. 5 سال طاقت پرسا رو تو زندان‌های قزلحصار و گوهردشت و اوین زیر شکنجه گذروند. روحیه قوی داشت و اجازه نمیداد با توهین و تحقیر اونو بشکنن و از پا درش بیارن. باید تو 28 سالگی از زندان آزاد میشد، اما اونو بلا تکلیف تو زندان‌های انفرادی نگه می‌دارن تا اینکه در زمستون سال 67 وقتی که 31 سال سن داشت اونو از پشت درهای بسته بیرون می‌کشن. اما نه برای آزادی، بلکه برای اعدام. این ویدیو روایت کاپیتان تیم ملی والیبال ایرانه، کسی که در اولین دادگاهش به 5 سال زندان محکوم میشه، اما 2 سال بعد از اتمام دوره محکومیتش مرگ نصیبش میشه. سلام، من مونا هستم و اینجا کانال تاریخ مشاهیر ایرانه. لطفاً اگر تا الان عضو کانالم نشدید با زدن سابسکرایب عضو کانالم بشید و زنگوله کنارش رو فعال کنید و در ادامه با من همراه باشید. فروزان عبدی، عضو تیم والیبال پاس و کاپیتان تیم ملی والیبال زنان ایران بود. تو سال 60 وقتی 24 سالش بود توسط حکومت به جرم هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران دستگیر و به 5 سال زندان محکوم شد. اون چیزی که داستان فروزان رو غم انگیز میکنه اینه که با وجود تموم شدن دوره محکومیتش 2 سال دیگه هم تو زندان میمونه تا اینکه در سال 67 به جوخه اعدام سپرده میشه. فروزان عبدی پیربازاری یکی از قربانیان کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی سال 67 است. تو این سال با فتوای آیت الله خمینی چند هزار زندانی سیاسی توی زندانهای ایران کشته میشن. اونا بیشتر از هوادارهای سازمان مجاهدین خلق ایران، سازمان چریک‌های فدایی خلق، حزب توده و حزب پیکار بودن. کاپیتان فروزان عبدی یکی از اعدامیهای زمستون سال 67 بود که تو سال 1336 توی تهران به دنیا میاد. از سن نوجوانی ورزش حرفه‌ای رو شروع میکنه. تو دهه 50 به عضویت تیم والیبال پاس در میاد. به دلیل استعداد و علاقه زیادی که به ورزش والیبال داشت خیلی سریع پیشرفت میکنه و عضو تیم ملی والیبال زنان ایران میشه. فروزان بعد از انقلاب 57 از سازمان مجاهدین خلق ایران هواداری میکنه و وارد فعالیت‌های سیاسی میشه. بعد از 30 خرداد پررنگ شدن نزاع بین جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین خلق ایران، فروزان عبدی به جرم هواداری از مجاهدین دستگیر میشه و 5 سال توی زندان قزلحصار زندانی میشه. اون تو زمان بازداشت و شروع محکومیتش 24 سالش بود و دانشجوی سال آخر رشته تربیت بدنی. زندان قزلحصاری که فروزان 5 سال اونجا بود زندانی مخوف بود و تحت مدیریت حاج داوود رحمانی که به بیرحمی و تنفر از زنها معروف بود. اون که بین سالهای 60 تا 63 رئیس زندان قزلحصار بود، روش‌های جدیدی و برای شکنجه، ابداع و طراحی می‌کرد. فروزان هم مستثنا نبود و همواره تحت شکنجه قرار می‌گرفت، به حدی که در اوایل سال 61 تو بند 8 قزلحصار زندانی میشه. بند تنبیهی که تو هر کدوم از سلول‌های اون به جای 3 نفر حداقل 25 نفر نگهداری می‌شدن. نگه داشتن زندانی تو دستشویی هم یه روش دیگه برای شکنجه بود. فروزان تو اوایل سال 61 به همراه چندین نفر دیگه از زنان زندانی حدود 8 ماه توی دستشویی حبس میشن. تحت همین شرایط هم بودش که دچار بیماری‌های پوستی و عفونی میشه. این وضع طاقت فرسا ادامه داشت تا در اواخر سال 61 اونو به زندان گوهردشت منتقل کردن و توی سلول انفرادی نگهش داشتن. فروزان تو انفرادی گوهردشت از داشتن هر ارتباطی با بقیه زندانیان محروم میشه. حق هواخوری نداشت. روزنامه بهش نمیدادن و گاهن حتی از ملاقات با خانواده‌اش محروم میشد. شرایط بحرانی بود و فقط روزی 3 بار برای رفتن به دستشویی از سلولش بیرون آورده میشد. این سطح از شکنجه استثنایی بود و به این خاطر بودش که فروزان در برابر توهین و برخوردهای بد زندانبان و قوانین زندان مقاومت میکرد. زندانبانان برای تنبیه اون بیشتر از 1 سال یعنی از پاییز 62 تا زمستون 63 اونو توی سلول انفرادی زندان نگه داشتن. فروزان تا اواخر سال 63 توی زندان گوهردشت میمونه. مینا انتظاری از زندانیای دهه 60 توی زندانهای جمهوری اسلامی بود. اون تو خاطراتش به فروزان اشاره کرده و میگه که با فروزان طی سال 61 ماه‌ها در بند 8 تنبیهی زندان قزلحصار بوده و چه دوران سخت و طاقت فرسایی داشته و البته کنار هم خاطره انگیز. در یکی از اون روزهای وحشت و سرکوب حوالی شروع سال 62 بودش که فروزان رو به همراه جمع دیگه‌ای از زندانیان مقاوم و مجاهد برای آزار و شکنجه بیشتر و جهت انتقال به سلول‌های انفرادی گوهردشت از بند 8 خارج کردند که همین فاصله چندین ماه نیز به همراه گروهی از بچه‌ها توی توالت‌های زندان محبوس میشن. خلاصه که تا 1.5 سال بعد دیگه اونو ما ندیدیم. تا اینکه در اواسط سال 63 به دنبال برخی تغییرات و جابجایی‌ها فروزان رو به همراه سایر بچه‌ها از انفرادی‌های گوهردشت به بند عمومی 3 قزلحصار منتقل کردند. به دنبال همین تغییرات ما رو هم از بند تنبیهی 8 بعد از 2 سال به بند عمومی 4 که در مجاورت بند 3 بود منتقل کردند. همین ایام بودش که بیشتر عصرها صدای ولوله و شور و نشاط بچه‌های بند 3 رو میشنیدیم. طبق معمول فروزان با راه انداختن بازی جمعی والیبال در بند همه رو مشغول و مجذوب میکرد. ما هم گاهم برای دیدنش به دور از چشم زندانبانا به بالای پنجره بند میرفتیم و به تماشای اونها میشستیم. اواخر سال 63 فروزان رو از زندان گوهردشت به قزلحصار برمیگردونن. در این دوره به نظر میومد که اوضاع زندانها کمی بهتر شده بود. برای همین فروزان توی دوره کوتاهی که زندانیا به زمین بازی دسترسی داشتن با وجود ممنوعیت ورزش دست جمعی مسابقات والیبال ترتیب میده. کاپیتان فروزان به خاطر داشتن روحیه بالا و قوی مشهور بود. مهربونی و پشتیبانیش از بقیه زندانیا باعث محبوبیتش میشد. صبور بود و با همه زندانیا با احترام برخورد میکرد. تو زندانم روحیه ورزشکاریشو حفظ میکرد. اون که بیرون از زندان و تو زمین واقعی والیبال زمانی کاپیتان ملی زنان بود خوب میدونست که چطوری همتیمی‌هاشو سازماندهی بکنه و روحیه‌شون رو بالا ببره. حالا توی زندان سعی میکرد با یاد دادن والیبال به زنان در زندان روحیه اونها رو هم بالا نگه داره. زنان زندانی فروزان رو کاپیتان صدا میکردن. اون تو بازی با توپ و حرکات داخل زمین و روی تور تبحر زیادی داشت. اون با کمترین امکانات به زنان زندانی والیبال یاد میداد. حتی در شرایط محرومیت کامل اگه توپی هم در کار نبود نگاهی به دور و بر خودش میکرد و با جمع کردن چند تا تیکه پارچه و پیچیدن اونها توی هم توپی درست میکرد و بازی را مینداخت. فروزان را تو سال 65 از قزلحصار به زندان اوین منتقل کردند. اونجا به دلیل اعتراض به برخورد زندانبانها تو بند تنبیهی و سلول انفرادی و اتاق بسته نگهداری میشه. فروزان عبدی کاپیتان تیم ملی والیبال زنان ایران دوره 5 ساله خودش رو میگذرونه. اما در سال 65 به جای آزاد شدن 2 سال دیگه هم بدون هیچ حکم یا دادگاه و یا اتهامی توی زندان نگهش میدارن. تو اون دوره روال اینطوری بود که بعد از تموم شدن دوره محکومیت از زندانی خواسته میشد که از گروه یا حزبی که بهش وابسته بوده ابراز انزجار کنه و باید تعهد میدادش که بعد از آزادی نباید هیچ فعالیت سیاسی انجام بده. فروزان عبدی بعد از تحمل 7 سال زندان تو تابستون سال 67 تنها در چند دقیقه محاکمه میشه. ازش میخوان تا از سازمان مجاهدین خلق اعلام براءت کنه اما اون نمیپذیره. برای همین حاکم شرع زندان اوین حکم اعدام اونو صادر میکنه. تو جریان کشتار دست جمعی سال 67 هم که اساساً دادگاهی برگزار نمیشد. زندانیا وکیلی نداشتن و حق دفاع ازشون سلب میشد. از اونا سوالاتی پرسیده میشد و تمرکز اصلی سوالات هم اساساً این بودش که اونا به خدا و اسلام اعتقاد دارن یا نه. آیت الله خمینی که از سال 60 سازمان مجاهدین خلق رو منافق اعلام کرده بود در سال 67 به مقامات قضایی دستور میده زندانیایی که بر سر موضع نفاق خودشون هستن و بر اون پافشاری دارن به جرم محارب بودن حکم اعدامشون رو صادر کنه. فروزان عبدی پیربازاری رو اوایل سال 67 از بند به سلول‌های آسایشگاه میبرن و دیگه به بند بر نمیگردونن. میگن تو قتل عام زنان زندانی سیاسی فروزان جزو اولین نفرات اعدامی بوده. زندانیایی که بعداً توی آسایشگاه زندانی بودن جمله ای رو روی دیوار یکی از سلول‌ها میبینن که حدس میزنن نوشته فروزان عبدی بوده. اون دیوار نوشت این بود: خدایا کمکم کن تا همچون عبدی شایسته شمع فروزان راه تو باشم. تاریخ دقیق مرگ فروزان مشخص نیست. گفته میشه اون در دوم شهریور سال 67 اعدام شده. گرچه که بعضیا معتقدن روز مرگش دهم شهریور 67ه. بعضیا هم گفتن فروزان تو مرداد سال 67 اعدام شده. اون دانشجوی رشته تربیت بدنی، نقاش و عضو تیم ملی والیبال بود. بعد از انقلاب 57 به سازمان مجاهدین خلق ملحق میشه. تو سن 24 سالگی زندانی میشه و با وجود گذروندن محکومیت 5 ساله 2 سال اضافه بر حکمش زندانی میشه و در نهایت توی 31 سالگی به اتهام مفسد فی‌الارض و محارب بودن اعدام میشه. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه من بودید. لطفا نظراتتون رو پایین همین صفحه با من به اشتراک بگذارید و اگه این ویدیو رو دوست داشتید اون رو لایک کنید. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.